آقای عبدالسمیع فائزی، فری فایتر، یکی از فری فایترهای افغانستان با ما در برنامه هستند. آقای سمیع فائزی را خوش آمدید میگم به برنامه. وقت شما بخیر. سلام، صبح بخیر خدمت شما، خدمت همه دوستا. عبدالسمیع فائزی هستم، یک تن از قهرمانان رشته مبارزات آزاد یا ام ام ای. خوش آمدید به برنامه سمیع فائزی. شما در سوپر لیگ هند بازی میکنین؟ بله. و مسابقه اخیرتان هم در سوپر لیگ هند بود. از مسابقاتتون صحبت کنین، مسابقات چگونه گذشت؟ چند برد چند باخت در کارنامه دارین در مجموع؟ بسیار خوب. من خو باید یادآوری کنم که مدت 9 سال میشه که ورزش ام ام ای یا مبارزات آزاد پیش میبرم، که در این مدت ما 18 مسابقه خارجی کردیم که 6 پروفشنال بوده و 14 آماتور. یعنی من از ابتدا آماتور بازی میکردم که تجربه کافی بعد از بیارم و ما یعنی مکمل شوم. بعد از او در حرفه‌ای پا گذاشتم که حال 6 ریکارد حرفه‌ای دارم در کارنامه ورزشی خود، که در اواخر مسابقات بین 18 کشور دنیا که فقط یک افغانستان و هندوستان از کشورهای آسیا بود که به نام سازمان سوپر فایت لیگ، یعنی بهترین لیگ قهرمانان که در جهان 30 سازمان مطرح یا بهترین سازمان مبارزات آزاد است، که من خوشبختانه به نمایندگی از افغانستان عضویت این سازمان کسب کردم و در تاریخ 23 فوریه با این سازمان قرارداد کردم که من 2 مسابقه انجام دادم، یکی با حریف من از کشور ایالات متحده امریکا و در فاینال همراه یکی از فایترهای قوی هندوستان روبرو شدم، دیگه شکستشان دادم و این افتخار بزرگ به همه دوستا و هموطنان مبارک باد. سطح سوپر لیگ هند چگونه است؟ پیشرفت‌های زیاد داشته در این سالیان اخیر؟ بله، بسیار یک سازمان مشهور است، یک سازمان است که قبلا هم یادآوری کردم که در دنیا 30 سازمان است که یعنی به این شکل مسابقات برگزار میکنه. 18 کشور همه اروپایی آمده بودند که مسابقات بین 180 ورزشکار. مسابقات سوپر لیگ از نامش پیداست، لیگ است، 2 ماه تقریبا دوام میکنه که 180 ورزشکار در هر وزن در 8 تیم یعنی جایگزین کرده بودن، که من عضویت تیم یوپی را داشتم، یوپی نواب، که در فاینال هم خوشبختانه تیم یوپی که من عضویتش را داشتم برنده ای دوره مسابقات سوپر لیگ شد و تیم ما برنده شد و من بسیار زیاد خوش هستم. تمرینات را در هند باز پیش میبرین یا در اینجا؟ نه خیر، تمرینات پیش از اینکه من به این مسابقه برم اینجا تمرین میکردم نزد استاد عبدالواسی قیومی، و وقت در مسابقات سوپر فایت لیگ رفتم 1.5 ماه اوجه بودم، تمرینات و آمادگی ما باز در اوجه میگرفتم به خاطر این مسابقه. مسابقه بعدی چه وقت شروع میشه و ای که خودت چی برنامه داری برای مسابقه بعدی چی؟ من همراه این سازمان قرارداد کردم، این مسابقات همه ساله در کشور هندوستان برگزار میشه در شهر ممبئی، دیگه به سال بخیر باز میخوایم در این مسابقات در این لیگ بهترین لیگ یعنی اشتراک بکنم. قبل از او یک مسابقه همراه کشور روسیه در داخل کشور افغانستان در وطن خودم دارم که تقریبا 1.5 ماه بعد این مسابقه اینجا برگزار میشه. در SLFC است؟ نه خیر، در سازمان TGFC برگزار میشه که من اینجا مسابقه دارم، دیگه آمادگی و تمرینات خود گرفته میرم که بازم بتانم نمایندگی خوب از وطن و افغانای خود بکنم. چقدر وقت میشه فری فایت میکنی و در کنار فری فایت دیگه کدام رشته ها را پیش بردی و خودت ورزش کردی؟ من مدت 9 سال قبلا یادآوری کردم، 9 سال میشه که فری فایت یا ام ام ای میکنم. از متادا ما اساسی پا گذاشتیم، اتو نبوده که ما راستن یعنی در مسابقات حرفه‌ای یا پروفشنال رو بیارم و داخل کیج شوم، چون تو با نتیجه نمیته. در کنار فری فایت کدام ورزش؟ در کنار فری فایت تنها من فری فایت میکنم، چون یک ورزش مکمل است و کدام کمبودی نداره، و در پهلوی از او با مصروفیت من فقط یک کلب دارم و شاگردار رو تربیه میکنم در میرشته. خب در کابل است کلب؟ بله، در کابل است. چقدر شاگرد است؟ 100-150 شاگرد دارم. تمرینات هر روز جریان داره؟ یک روز بعد است تمرین، یک روز دو تایم صبح دیگه. بسیار خب، برنامه های وسیعی که بر سازمان های بزرگ دیگه برین قرارداد کنین چی است؟ هست برام روی دستی خیر؟ بله، من می ریکارد فعلا 6 ریکارد دارم، می بخیر 12 به 12 و یا 10 برسارم دیگه انشاءالله، که بهترین سازمان ها انتظار ما را میکشه و من انتظار از اونا را میکشم. می ریکارد های پروفشنال ما
بخیر 12 یا 10 شوه دیگه در سازمان بلند یعنی ون اف سی و یو اف سی یا بلاتور دیگه پیشنهاد میکنم اونا مرا قبول خواهد بکنم. در سالهای اخیر فری فایت زیاد پیشرفت چشمگیری داشته، چی تغییرات را در زندگیت حس میکنی سمی جان؟ فری فایت چی تغییرات را در زندگیت آورده؟ پیش از این که من فری فایت نمیکردم یک شخص عادی بودم به حساب او قدر یعنی شهرت و عزتی که از طرف مردم حال یعنی میبینم او اخ نبود و می باعث میشه که ما دیگام کوشش بکنم و زحمت های خود زیاد بکشم. وقت محبت مردم و دوستان را میبینم خیلی انگیزه خوب بر ما رخ میده و ما میخوایم که بیشتر و بیشتر یعنی قهرمانی بکنم و به نفع افغانستان افتخار کسب بکنم و این بسیار یک جای خوشی است برام. و از تمرینات بیشتر گفتین استاد واسه قیمی است و دیگر استادای خارجی هم است یعنی؟ نه خیر، در افغانستان فقط دو ترینر مسلکی و حرفه‌ای داریم که یکی جناب استاد واسی قیومی است و یکی هم استاد فهیم احمدزی است که از امریکا تشریف آورده افغان ماست، خب طبیعت کشور امریکا را داره. دیگه فقط همین دو ترینر مسلکی و حرفه‌ای در افغانستان است که من از اینا تمرین میکنم. بسیار خب، و خودتانم خود تمرین میتین دیگه؟ بله بله. او را کم کم به طرف استاد شدن میرین و حرفه‌ای شدن در البته در بخش استادی؟ ما خود مبالغه نشد تا هنوز استاد نشدیم، استاد بسیار یک مقام بزرگ است، فقط همه تجربه و استعداد و همه چیزی که من یاد دارم میخوایم به جوانای وطن هم خدمت بکنم و از همه توانایی و قدرت خود تا که جور هستم برشان خدمت بکنم و اونا هم مصدر خدمت به وطن خود. چقدر وقت دیگه کابل هستین فیضی صاحب؟ من خودم کابل زندگی میکنم، از امی کابل هستم دیگه. تا که به سازمان بزرگ یعنی انتخاب شوم بازو وقت نمیتانم که من دریجه تمرینات خود پیش برم، چون سطح مسابقات شاید بالا بره و کل ما میفهمیم که بالا میره، تمرینات خود باید من در کشورهای اروپایی یعنی انجام بتم دیگه. او دیگه معلوم نیست، هر وقت خدا بخواد. فعلا هستین؟ فعلا هستم. بله، تشکر، احسار سپاس و امتنان از شما از اینکه در برنامه آمدین. وقت خوش داشته باشین. قربانتان. موفق باشی در میادین. سلامت باشین. و من جا دارم تشکری بکنم از شخصی که مسابقه را برای ما یعنی تنظیم کرده بود، نماینده ما فراد جان. سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. وقفه داریم.